بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بیننده های نهایت محترم. امیدوارم در هر کجا هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید، روزگار به وفق مراد بچرخه ان شاء الله. البته موضوع هفته ما درباره یک بیماری است در اصطلاح طبی به نام COPD میگه. او رو به فارسی اگر تبدیل بکنیم یعنی بیماری انسداد ریوی مزمن، یکی از بیماری های سیستم تنفسی است و می خواهیم در این باره صحبت بکنیم. در خدمت دکتر صاحب تمیم قریشی، معالج امراض داخلی عمومی قرار داریم که از تشریف آوریشون در این برنامه خیر مقدم و عرض سلام دارم. دکتر صاحب خوش آمدید. خوش باشین جناب دکتر صاحب رحیمی. ما هم به نوبه خود سلام های خدا خدمت شما و بیننده های محترم تلویزیونتون تقدیم میکنم. خدا کنه یک روز خوب خوشی رو شروع کرده باشید. تشکر، ممنون. باز هم سپاسگزارم که وقت گذاشتین در این برنامه ما. همونطور که در اول برنامه گفتیم که عنوان برنامه ما COPD است. COPD چی یک نوع بیماری است و علل و عوامل COPD چی هست؟ جناب دکتر صاحب رحیمی، قسم که اول گفتیم COPD یکی از امراض مزمن ترق و تنفسی می باشد که علل و عوامل مختلفی دارد. در سال 1965 میلادی انجمن اطبای امریکا در مورد تحقیق راجع به امراض مزمن ریوی، تحقیقی که داشتن، بیشترین آمار نزد کسایی پیدا کردن که اونا دخانیات استفاده میکردن، مخصوصا سموگلر، سموکینگ، از کسی سیگریت استفاده میکردن. دیگه سیگریت یکی از عوامل عمده مرض میباشد. بر علاوه سیگریت ایر پولوشن یعنی آلودگی هوا، انوارمنتال فاکتورهای خصوصی که ما در شرف سردی هوا میریم، هوا زیادتر فاکتورهای محیطی در این شرایطی که هوا داره به طرف سرد شدن میره، یکی از امراض شایع است که COPD است و یکی از اسباب عمده این مرض امراض ژنتیکی نیز تشکیل میدهد که کمبود یکی از انزیم‌های ژنتیکی به نام الفا 1 آنتی تریپسین دیفیشنسی، یعنی کمبود انزیم الفا 1 آنتی تریپسین از والدین به اطفال COPD را انتقال میدهد که یکی از عوامل بسیار عمدهش نزد مریضان COPD میتونه که باشه، می امراض ژنتیکی نیز میباشد. اینا درد بدن، تب، این چیزا هم در اعراض علائمش وجود دارن؟ این نشانه ها رو دارن؟ سی یا درد قفسه صدری باشه؟ مرض انسدادی مزمن ریوی یا COPD وقتی که حمله میکنه بالای اسناخ، کیسه های هوایی، کیسه های هوایی رو بند میسازد و انتقال اکسیژن به صورت درست صورت نمیگیرد. به همین خاطر خون اکسیژن دار به دماغ نمیرسد. به همین خاطر علت عمده سردردی نزد مریضان کمبود اکسیژن یا هایپوکسیا از اثر COPD وجود میاد. یعنی سردردی وجود داره. شما بر علاوه سردردی تب هم نزد مریضان وجود میاد. تب البته در زمانی که پیشرفت کرد مریض یا در اول و ابتدایی بیماری تب وجود داره. ممکن در شروع مرض هم تب داشته باشه، اما وقتی که به وخامت رسید یعنی پیشرفته تر شد، تب امراض زیادتر میشه. بیماری مزمن انسدادی ریه چیست؟ یک بیماری مزمن التهابی ریه است که مسیر جریان هوای ریه ها را مسدود میکند. علائم بیماری مزمن انسدادی ریه. علائم بیماری مزمن انسدادی ریه ممکن است در ابتدا خفیف باشد و از سرفه متناوب و تنگی نفس شروع شود. با پیشرفت آن علائم وخیم‌تر می شود و فرد دچار خسخس سینه و درد قفسه سینه می شود. به طور کلی می توان گفت که علائم اولیه بیماری مزمن انسدادی ریه شامل تنگی نفس، سرفه خفیف اما مکررن نیاز به پاکسازی گلو به ویژه اول صبح می شود. با آسیب دیدن ریه ها علائم به تدریج بدتر می شوند و شامل تنگی نفس، خسخس سینه، سرفه مزمن، کمبود انرژی، بروز مکرر سرماخوردگی، آنفولانزا یا دیگر عفونت های تنفسی می شود. در مراحل بعدی این بیماری ممکن است افراد خستگی، تورم در قسمت های مختلف پا،
کاهش وزن، تپش قلب، تغییر رنگ ناخن‌ها و لب‌ها به آبی یا خاکستری و ضعف را احساس کنند. شما مثلا گفتم که یکی از نشانه‌هایش و علائمش نفس تنگی است. چطور با بیماری استما که بیماری فصلی است که بیماری فصلی هم در زمستان تقریبا شروع میشه یا در اوایل بهار هم بیماری ها هستند، در هر فصل ممکن که بیماری باشه، خصوصا در فصل زمستان با استما، بعد تو با برونشیت مزمن یا امفیزمایی که وجود داره، اینا چطور با اونها یک تشخیص تفریقی صورت بگیره؟ استما نیست یکی از امراض حاد طرق تنفسی میباشد. فرق سی او پی دی امراض با مریضی دیگری که طرق تنفسی را مصاب میشود به نام استما این است که استما به شکل حملوی میباشد، حملات مکرر میداشته باشد. وقتی مریض استما به ما مراجعه میکند، در طرق تنفسی ما آوازهای بسیار واضح به شکل ویزنگ و یا استرایدور میشنویم و با تداوی دوایی جواب میدهد استما ریسپانس میتونه، یعنی بین حملاتی که تقریبا 1 الی 2 ساعت یا 40 دقیقه الی 50 دقیقه صورت میگیره، هر حمله به شکل حملوی سرفه های متعدد استما، یک سکون یک راحتی به مریض پیش میشه. اما سی او پی دی که است ایریورسیبل است، یعنی قابل برگشت نیست و استما قابل برگشت است. یکی داریم که از سیستمی تنفسی به نام برونشیت مزمن هست، شما تقشو گفتین خیلی داره، یه بیماری هم خیلی داره، با اونا چی فرق میشه؟ مریضی سی او پی دی که است شامل برونشیت مزمن، امفیزما و سمال ایروی دیزیز میشود. یعنی خود سی او پی دی شامل از این امراض است. تشخیص تفریقی با این امراض نمیشه، خودش عین خود این بیماری است، خود این بیماری است، بخاطر که به شکل پیشرفته مزمن تر رفته میره، همین شکل سی او پی دی به خود میگیره، به یک برونشیت مزمن به وجود میاد. عوامل بروز بیماری مزمن انسدادی ریه. نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که بزرگترین علت ابتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه استعمال سیکرت است، به طوری که تقریبا 90% افراد مبتلا به این بیماری سیکرت مصرف می کنند یا پیش از این سیکرتی بودند. در صورتی که افراد مبتلا به آسم هستند و سیکرت می کشند، خطر ابتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه افزایش پیدا می کند. سن یکی از فاکتورهای خطر برای ابتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه است، زیرا این بیماری با آرامی طی سالها ایجاد می شود. بنابراین اغلب افراد هنگامی که دچار علائم بیماری مزمن انسدادی ریه می شوند حداقل 40 سال سن دارند. اضافه وزن، آلودگی هوا، قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی و سابقه خانوادگی نیز خطر ابتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه را افزایش می‌دهد. چه چیز ریسک فاکتورهای از یا خطرات تشدید خطرات بیماری چی چیز زیاد می‌کنه؟ قسمی که قبلا گفتیم فاکتورهای خطر یا ریسک فاکتورها در امراض سی او پی دی، قبلا گفتیم که در سال 1965 اتبای یک ریسرچ که اتبای امریکا داشتن، عمده ترین ریسک فاکتور عبارت از کشیدن یا دود سیگرت بیان کردن، که یعنی سیگرت کشیدن یکی از اسباب عمده ریسک فاکتورهای عرض انسدادی مزمن ریوی یا سی او پی دی می باشد. و بر علاوه از آب و محیط آلوده که شامل گرد و خاک و غبار و مثلا در شهرها باعث ازدیاد نفوس و گرد و غبار هوا و زمین ارادجات باعث پیشرفت مرض میشد. خب در صورتی که این اعراض علائمی که شما یادآوری کردن یا ریسک فاکتورهایی که به اینا اضافه میکنه، تنها تا مثلا یک نفر ممکن که سیگریت نکشیده باشه، یک بیمار در کلینیک شما بیه، در معاینه خانه شما بیه، ببینید که اعراض علائم داره، هیچ حسلت بوده که شما یکی در تاریخچه خودش از ایشان سوال میکنین که سیگریت میکشین، میگه نه سیگریت نمیکشم، ممکن در فامیلیشان باشه سیگریت، آیا غیر مستقیم از فردی که سیگریت میکشه و این فردی که آمده پیش ما که اصلا سیگریت نمیکشه، امکان داره که از فرد دیگه
دودی سیگریت استفاده کرده باشه و به بیماری سی او پی دی گرفتار شده باشه. ریسرچ ها نشان میدهد که غیر مستقیم نیز میتواند باعث وخامت مرض شود. اگر کسی یکی از اعضای فامیل و یا اقاربش نزدیکتر به خودش از دود سیگریت استفاده میکنن، به اینا سرایت میکنن، طبعا اینا در معرض خطر قرار میگیرن. خب اگر سوال بکنیم که پیشگیری ازی، حتما میگه که از سیگریت دودی کنن و از آلودگی هوا بکنن. پیشگیری مرض، جلوگیری از دود سیگریت، از آب و هوای آلوده و پیشگیری فرق میکنه نظر به شرایطی که در کشور عقب مانده مثل ما شما است، مثل افغانستان و بعضی کشورهای پیشرفته مثل کشورهای متمدن جهان. در کشورهای متمدن اونا خو از یک آب و هوای مناسب و سالم برخوردار هستند و کشورهایی که عقب مانده هستند مثل کشور ما شما، اونا به خاطر تهیه و یا گرم ساختن اتاقای خود از مواد سوخت ناخالص استفاده میکنن و برای پختن غذا و نان خشک خود از در قریجات از مدفوع حیوانات استفاده میکنن و یا بعضی امثال دیگر از چرم ها، چوب ها، بوته ها و بعضی امثال دیگر اینا استفاده میکنن که دود ازی باعث وخیم شدن مرض سی او پی دی میشه. روش های درمانی بیماری مزمن انسدادی ریه. چند روش درمانی برای بیماری مزمن انسدادی ریه وجود دارد که با توجه به نظر دکتر معالج از یک یا چند روش به صورت همزمان استفاده می شود. ممکن است دکتران به منظور درمان این بیماری اسپره های استنشاقی، آنتیبیوتیک ها و داروهای خوراکی مانند کورتون ها را برای بیمار تجویز کنند. در صورتی که شرایط بیمار وخیم باشد و سطح اکسیژن خون وی کاهش پیدا کرده باشد، ممکن است پزشک معالج اکسیژن درمانی را توصیه کند. در مسئله پیشگیری، یک چیزی که بسیار مهم است در اینفلوانزا از خود یک پیشگیری یک واکسینی داره که به نام واکسین اینفلوانزا است. آن چقدر واقعیت داره؟ یک تعداد دکتر صاحبا هستند باور ندارند با این واکسین ها و غیر از این واکسین های دوران طفولیت که اونا واقعا ثابت شده است، یک تعداد چندان اعتبار باور ندارند به واکسین اینفلوانزا. آیا واکسین اینفلوانزا طبعا یک در فصل زمستان به وجود میاد؟ ممکن که از طریق این ریزش ها و از طرف دیگه آلودگی دود ای هر دو یک جا شد ببرد به طرف سی او پی دی. آیا واکسین اینفلوانزا تأثیری داره برای پیشگیری از بیماری سی او پی دی که شدت پیدا نکنه؟ در ابتدا شما اشاره کردین برای واکسین. اول میایم یک تعریف می داشته باشیم از واکسین. یعنی واکسین چی است؟ واکسین عبارت از عامل یا انتقال مرض و یا میکروب به طور کشنده یا نیمه مرده به جسم انسان. وقتی که وارد بدن انسان می شود، جسم مرده ویروس، وجود انسان توسط بی لنفوساید و تی لنفوساید انتیبادی را مقابلش تولید میکنند، یعنی مبارزه همراهش میکنند. یعنی این ویروس در وجود ما شناخته میشود و در آینده اگر وجود ما همراه ویروس مقابل شود یا حمله کند بالای وجود ما، وجود ما همراهش آشنا است. یعنی در شدت مرض میکاهد، شدت مرض رو پایین میکند، کم میسازد. این غیر مستقیم در بیماری سیستم تنفسی یک تاثیر مثبت داره. واکسین اینفلوئنزا اگر در سی او پی دی عامل سی او پی دی اینفلوئنزا باشد تاثیر دارد. ریسرچ اخیر نشان داده که 38 الی 40 درصد مریضانی که اینفلوئنزا داشتن قبلا واکسین اینفلوئنزا گرفتن به شفاخانه بستر نمیشن. یعنی جلوگیری میکند 38 الی 40 درصد. پیشگیری از بروز بیماری مزمن انسداد ریه.
بهترین و مؤثرترین روش برای پیشگیری از بروز بیماری مزمن انسدادی ریه مصرف نکردن سیگارت است. ورزش کردن به صورت منظم می تواند قدرت ماهیچه‌های تنفسی را بهبود ببخشد. در این صورت تحمل قلب و ریه افزایش پیدا می کند و بدن برای استفاده مؤثرتر از اکسیژن آماده می شود که در نهایت خطر ابتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه کاهش پیدا می کند. قرار گرفتن در معرض گرد و غبار و دودهای شیمیایی خطر ابتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه را افزایش می دهد. اگر مجبور به استفاده از محصولات شیمیایی هستید، حتما از تجهیزات محافظتی مانند ماسک نیز کمک بگیرید. در صورتی که دچار سرفه های مزمن یا درد قفسه سینه شدید، حتما به دکتر مراجعه کنید. خب یک بیمار آمد، دبر علاوزی که شما تاریخچه از بیمار میگیم، چی معاینات دیگه انجام میتین که به تشخیص قطعی برسین که سی او پی دی است؟ در تشخیص سی او پی دی چند نکات را در ما مورد نظر قرار میتیم. در ابتدا احراز وصفی داره سی او پی دی که قبلا ذکر کردیم که عبارت از سرفه است. سرفه همراه تقشو و یا سرفه خوش میتونه داشته باشد و عمده ترینش اسرت تنفس یا مشکل در گرفتن تنفس در ریه ها. امارای و اکسری که شما انجام میتین و یا معاینات لابراتواری، اینا کدامش مؤثرتر است، کدامش مهم است؟ بعد از عقض تاریخچه مریض که احراز مریض مریض به زبان خود ایران بله بله. و علایم مریض نزد مریض که مریضان که سیوپیدی داشته باشند سرخی روی می داشته باشند، یعنی در اطراف چهرهشان سرخی دیده می شود و اطراف غشای مخاطی و نوک انگشتانشان به رنگ آبی تبدیل می شود، یعنی سیانوتیک می شود. و یک وصف بسیار عمده مریضان سیوپیدی که ما به اصطلاح طبی بیرل چست می گیم، بله، یعنی صدر برآمده. که در حالت عادی صدر انسان قطر قدامی خلفی نسبت به جنبی کوچکتر است و در مریضان سی او پی دی قطر قدامی خلفی نسبت به جنبی اضافه تر می شود، یعنی بزرگتر می شود. و در تشخیص سی او پی دی علائم به ما کمک زیاد می کند. بر علاوه از این بعض معاینات متمم نیز ضرورت است از قبیل اکس ری و ای سی جی، یعنی توسط یک کلیشه رادیوگرافی ما میتونیم یک مرض سی او پی دی را تشخیص کنیم. در کلیشه رادیوگرافی و یا یک عکس و یا اکس ری چست اکس ری صدر ما تغییرات را میبینیم که خود ریه ها و شکل مدور میشود و قاعده ریه ها از بین میره و خود قلب در منصف اضافه تر، یعنی کاردیومگالی قلب بزرگ می شود. چی توصیه دارن؟ امی اعراض علائمی که شما یادوهی کردین بیندای محترم حتما شنیدن فهمیدن که چی یک نوع بیماری است. اگر کس به می وصف بیماری در منزل داشته باشد، چی توصیه دارن؟ از چی خورک های استفاده بکنن؟ از چی نوشیدنی استفاده بکنن؟ و از چی چیزی باید پرهیز بکنن؟ در قسمت تداوی و توصیه خانگی برای تداوی کردن مرض انسدادی ریوی، در ابتدا گفتیم مرض انسدادی ریوی اسناخ و یا کیسه های هوایی را مورد حمله قرار میدهند. به این خاطر اکسیژن مریض پایین میاد. به این خاطر ما به اکسیژن تراپی ضرورت داریم. اگر مریض در خانه هم میباشد باید اکسیژن داشته باشد همراهش. اگر از طرف روز اکسیژن تامین میشه، مثلا در اتاقی که زندگی میکنن باید هوای باز داشته باشد، کلکین باز باشد، دروازه باز باشد که هوای تازه گرفته بتونن. و از طرف شب اگر اکسیژن به مریض تطبیق شود خوبتر است، مریض اعراضش پایین میاد، کم میشه درد مریض و مشکلات مریض کمتر میشه. و بر علاوه اکسیژن بعض تداویای خانگی دیگر نیز می باشد، مثلا از آب و هوای سرد جلوگیری کند، مایعات گرم استفاده کند مریض. از بخار آب هم خوبه؟ بخار آب خوب است، بخاطر که بخار آب تقشور و افرازات را خارج می سازد. وقتی
مریضان سی او پی دی حکایه بسیار زیادشان این است که صبح از خواب بیدار میشن با یک وصف خشن سرفه و وقتی که سرفه امرای سرفه تقشو و یا بلغمی که خارج میشه دوباره مریض ریلکس و راحت میشه مریض آرام میشه و آرامی در زمین میشه. از مایات گرم میادوری کردین که از مایات گرم میستاده بکنن از آش و سوب و مینام که مفید است برشان غذای خانگی زیادتر است. بله خب مثل که در بعضی بیماری ها نمک و روغن مزیرن مثلا در هایپرتنشن و فشار بالا در این بیماری چطور است نمک و روغن؟ بیماری سی او پی دی نیست مریضان بعد از نمک و غذای چرب کمتر استفاده بیماری سی او پی دی اودایمای بسیار کم هم وجود داره وجود داشته باشه بخاطر بخاطر که در سی او پی دی احتباس مایات به وجود میاد در وجود همین خاطر مریض و زایماتیک نیز میباشد یعنی پوندیدگی میداشته باشد مریض از می خاطر کم مصرف کردن نمک هم خیلی مهم است در زیستی باید استفاده بکنه و در روز هم میتونه که از پیشگیری ها فیلن که ماسک فرهنگ سازی شده ماسک چقدر مفید تمام میشه اگر اینا روزانه در مصرف کار خود در باشه در کشورهای عقب مانده که مثلا ما زندگی میکنیم به خاطر که آب و هوای محیط آلوده است بهترین وسیله که ما از آن استفاده کرده میتونیم عبارت از ماسک است که آب و هوای آلوده رو به ما فیلتر کرده تقدیم میکنه. دواهایی که شما یادآوری کردین که دواهایی مثلا ام استروئیدی انشاقی داریم هم تابلت هایی هستیم که در یک ماشینک میتن استنشاقی اونا چقدر مؤثر است از جمله تداوی اصلی قلم اصلی نسخجات است تداوی دوایی مرض انسدادی ریوی عبارت از انتیبیوتیک هاست ما از انتیبیوتیک های مختلف برش توصیه میکنیم انال بخاطر که مریض از یک درد شدید که داره انالجیزیک نیست استفاده کرده میتونیم بخاطر پایین آوردن شدت درد مریض و از برانکودایلاتور هایی که قبلا شما ذکر کردیم برانکودایلاتور ها بر مریضان بسیار کمک کننده است یعنی اسناخ و یا کیسه های هوایی که در قسمت الویولر دکت و الویولر ساک کیسه های هوایی رو متوسع می سازد مریض خوبتر و بهتر تنفس راحت شده کدوم نکته مهم اگر دکتر بانده باشه در ذهنتان چی توصیه دارید برای مردم آخرین سوال است بخاطر که چهارمین سبب علت مرگ میر را در جهان سی او پی دی یا مرض انسدادی مزمن ریوی تشکیل می دهد که تقریبا در حال حاضر به اضافه تر از 10 میلیون نفر را در امریکا مصاب ساخته است ایریورسیبل می باشد یعنی غیر قابل برگشت و تداوی وقایوی دارد برای مریضان خود ما می رو توصیه می کنیم که همیشه از این امراض وقایه کنند خود را جهان سپاس تشکر دکتر سیف همچنین از بینندگان محترم جهان سپاس روزگار موفق داشته باشین خدا یار و نگهدار.